فصل چهارم، تعلیم و تربیت فرزندان. تربیت اولاد یکی از مهمترین و مقدسترین وظایف پدر و مادر است. در دیانت بهایی این وظیفه به قدری مهم شمرده شده که شارع این امر اعظم فرموده که هر کس بچه ای را تربیت کند مثل این است که فرزند مرا تربیت نموده است. در کتاب مستطاب اقدس می‌فرمایند: بر هر پدری تربیت پسر و دخترش به علم و خط و غیره که در لوح الهی معین شده واجب است. اگر کسی از آنچه که به او امر شده سر باز زند، بر امنای امر الهی است که در صورت ثروتمند بودنش آنچه را که برای تربیت اولاد لازم است از او بگیرند، و الا امر تربیت به بیت العدل راجع می شود، زیرا که ما او را مأوای فقرا و بینوایان قرار داده ایم. و همچنین می فرمایند کسی که فرزند خود یا یکی از فرزندان را تربیت کند مثل این است که اولاد مرا تربیت نموده است. بر او باد بها و عنایت و رحمت و رحمت من که بر جهانیان پیشی گرفته است. حضرت عبدالبها می‌فرمایند تربیت از اعظم اوامر حضرت احدیت است و تأثیرش تأثیر آفتاب در شجر و ثمر. اطفال را باید بسیار مواظبت و محافظت و تربیت نمود. این است حقیقت و شفقت پدر و مادر، و الا علف خود رو گردند و شجره زقوم شوند. خیر و شر ندانند و فضائل را از رذائل تمیز نتوانند. مربی غرور گردند و منفور رب غفور. لذا جمیع اطفال نورسیدگان باغ محبت الله را کمال مواظبت و تربیت لازم. مجموعه آثار مبارکه درباره تربیت بهایی، صفحه 36. حضرت ولی عزیز امرالله در توقیع منیع مورخ 8 جون 1925 خطاب به محفل مرکزی کشور مقدس ایران می‌فرمایند: از جمله وظایف مقدسه محافل روحانیه تعمیم معارف، تأسیس مدارس و ایجاد تسهیلات و لوازم تحصیل از برای عموم است. هر طفلی من دون استثناء باید از صغر سن علم قرائت و کتابت را کاملا تحصیل نماید و به حسب میل و رغبت به قدر استعداد و استطاعت در اکتساب علوم عالیه و فنون نافعه و لغات مختلفه و حرف و صنایع موجوده همت و سعی موفور مبذول نماید. اعانه و دستگیری اطفال فقرا در کسب این کمالات، علل خصوص در تحصیل مبادی اولیه بر اعضای محفل روحانی فرض و واجب و از فرائض مقدسه وجدانیه امنای الهی در جمیع بلاد محسوب. در مسئله تعلیم و تربیت اطفال در خانواده بهایی چند نکته مهم است.
اول اینکه تربیت اطفال امری است اجباری نه اختیاری، و به عبارت دیگر پدر و مادر وظیفه شرعی و دیانتیشان تربیت اطفال است و اگر قصور نمایند مرتکب گناه شدند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند در کتاب الهی در این دور بدی تعلیم و تربیت امر اجباری است نه اختیاری، یعنی بر پدر و مادر فرض عینی است که دختر و پسر را به نهایت همت تعلیم و تربیت نمایند و از پستان عرفان شیر دهند و در آغوش علوم و معارف پرورش بخشند، و اگر در این خصوص قصور کنند در نزد رب غیور مأخوذ و مذموم و مطهورند. مکاتیب مبارک جلد اول. دوم این که تربیت الهی و روحانی واجب تر از تعلیم و تربیت جسمانی و مادی است. حضرت بهاءالله در کلمات فردوسیه می‌فرمایند دارت التعلیم باید در ابتدا اولاد را به شرایط دین تعلیم دهد تا وعد و وعید مذکور در کتاب الهی ایشان را از مناهی من نماید و به طراز اوامر مزین دارد، ولیکن به قدری که به تعصب و همیت جاهلیه منجر و منتهی نگردد. حضرت عبدالبها می‌فرمایند باید از بدایت اطفال را به تربیت الهی پرورش داد و همواره به ذکر حق متذکر نمود تا محبت الله در طینت آنان ثبوت و قرار یابد، و با شیر امتزاج نماید. مجموعه آثار مبارکه درباره تربیت بهایی صفحه 39. و همچنین می‌فرمایند اطفال را تربیت بهایی خواهم تا در ملک و ملکوت ترقی نمایند و سبب سرور دل و جان گردند. در آینده اخلاق عمومی بسیار فاسد گردد. باید اطفال را تربیت بهایی نمود تا سعادت دو جهان یابند و الا در زحمت و مشقت افتند، زیرا سعادت عالم انسانی به اخلاق رحمانی است. مأخذ فوق صفحه 39. خیلی مهم است که سیاست و رفتار پدر و مادر طوری باشد که حب به دین به خودی خود در کودکان تولید شود. بعضی از پدران و مادران با وجودی که صمیمانه می‌خواهند اطفالشان روحانی و دیندار بار بیایند، معذالک موفق نمی‌شوند، زیرا سیاست و رفتارشان صحیح نیست. مثلا همه ما می‌دانیم یکی از عواملی که کودک را وادار به دینداری می‌کند عادت دادن او به تقبلی است، زیرا با تقویت حس گذشت نسبت به دین تعلق دینی او افسوده می‌گردد. اگر پدر و مادر در طی ماه طفل را وادار به ریختن پول جیبی خود در قلک نمایند و آخر ماه او را وادار به ریختن پول قلک در صندوق خیریه نمایند، پس از خالی شدن قلک در طفل یک عکس العمل ناامیدی و احساس باخت تولید می شود که علت آن را در دین می توان و خواه ناخواه دین را به منزله وسیله‌ای برای خالی شدن قلک و ایجاد بیپولی تصور می کند و به اصطلاح از دیانت زده خواهد شد. ولیکن اگر پدر و مادر در طی روز به ازای هر مناجاتی که حفظ می کند یا هر کار خوبی که می کند پولی در قلک او بریزند و در
آخر ماه او را در پرداخت تقبلی مخیر گردانند، چنین عکس العملی تولید نخواهد شد. بهتر است پدر و مادر خودشان در دادن تقبلی پیش قدم شوند و بدیهی است که اطفال نیز راه و روش آنان را تقلید خواهند نمود. چه خوب است که از همان ابتدا علت لزوم تقبلی و اینکه پول در چه راهی خرج شود به زبان ساده برای کودکان توضیح داده شود تا با آگاهی کامل در تقبلی شرکت نمایند. باید از ابتدای کودکی محبت جمال مبارک را در قلب و روح طفل گنجانید. باید با منطق صحیح ولی کودکانه به او فهمانید که اراده حق در جمیع امور حکم فرماست و توکل به او در جمیع موارد لازم است. باید او را به تأییدات حق امیدوار و متمسک کرد. از گهواره باید برایشان اشعار دلپذیر امری و مناجات‌های مناسب با صوت خوش خواند تا کلمات حق از ابتدای کودکی با وجودش عجین شود، در صفحه ذهنش بنشیند. کودکی که در 3 سالگی جمله تا توانید خاطر موری میازارید چه جای انسان را اگر حفظ کند، ممکن است در آن موقع جان کلام را درک نکند، ولی در آتیش مؤثر و در افکار و رفتارش نافذ خواهد بود. حضرت عبدالبها می فرمایند تعلیم اطفال مثل نهال‌های تازه‌ای در گلشن ابهاست که دهقان مهربان به تربیت آنها مشغول و البته نتایج مطلوبه حصول خواهد یافت، علل خصوص تفهیم شروط و اخلاق بهایی. زیرا باید اطفال صغیر به جان و دل مطلع بر آن شوند که بهایی به لفظ نیست، به معناست. هر طفلی باید تربیت الهی شود تا مجمع اخلاق حمیده گردد و سبب عزت امر الله شود، و الا لفظ بهایی بی ثمر نتیجه ندارد. مجموعه آثار مبارکه درباره تربیت بهایی صفحه 40. باز می فرمایند اما در وقت خواب اطفال امها باید غزلیات جمال مبارک را بخوانند تا از سن طفولیت این اطفال به آیات خدا تربیت شوند. منتخباتی از آثار مبارکه درباره تعلیم و تربیت صفحه 99. سوم این که در دیانت بهایی معلم دارای مقام مخصوصی است، به حدی که شارع اعظم نیز خود را معلم و مربی روحانی نامیده و حتی برای معلم میراث قرار داده است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند توبا از برای معلمی که به عهد الهی وفا نموده و به تربیت اطفال مشغول گشت. اجر آنچه در کتاب اقدس نازل درباره او از قلم اعلی ثبت شد. مجموعه آثار مبارکه درباره تربیت بهائی صفحه 16. و همچنین حضرت عبدالبها می‌فرمایند الیوم ادیبی دبستان و تعلیم کودکان و ترویج معارف و علوم از وظایف مقدسه انسان شمرده می شود. هر کس به نیتی صادقانه و همتی فائقه قیام بر این خدمت نماید، البته موفق و معید گردد. جنود ملأ اعلی نصرت بخشد و به درگه عنایت رسد و ابواب موهبت گشوده گردد. منتخباتی از آثار مبارکه درباره تعلیم و تربیت صفحه 21.
چهارم این که تعلیم علوم نافعه مورد تأکید و توسعه قرار گرفته و مخصوصا صنعت و اقتراف تحسین گردیده و صرف وقت در علومی که از حرف شروع و به حرف خاتمه می‌یابد نوعی اتلاف وقت و عمر شمرده شده. حضرت بهاءالله در لوح بشارات می‌فرمایند: بشارت 11 تحصیل علوم و فنون از هر قبیل جایز، ولیکن علومی که نافع است و سبب علت ترقی عباد است. و همچنین می‌فرمایند علمای عصر ناس را در تحصیل علوم نافع امر نمایند تا خود و اهل عالم از آن منتفع گردند. علومی که از لفظ ابتدا و به لفظ منتهی گردد مفید نبوده و نخواهد بود. اکثری از حکمای ایران عمرها به درس حکمت مشغولند و عاقبت حاصل آن جز الفاظی نبوده و نیست. لوح معروف به لوح حضرت موجود. حضرت عبدالبا می فرمایند: احبای الهی چه صغیر و چه کبیر، چه ذکور و چه اناس، هر یک به قدر امکان در تحصیل علوم و معارف و فنون متعارف، چه روحانی چه امکانی، بکوشند و در اوقات اجتماع مذاکره کل در مسائل علمیه و اطلاع بر علوم و معارف عصریه باشد. اگر چنین گردد به نور مبین آفاق روشن شود و صفحه قبرا گلشن ملکوت ابها گردد. مکاتیب جلد اول صفحه 230. در مورد انتخاب رشته تحصیلی، پدران و مادران وظیفه بزرگ و مهمی را بر عهده دارند و بایستی نوجوانان را به قدر مقدور راهنمایی فرمایند تا رشته مفید و دلخواهی که مناسب استعداد آنها است انتخاب گردند. اغلب جوانها از آتی و کیفیت رشته‌ای که برای تحصیل انتخاب می‌کنند اطلاع ندارند. چه بسا بعد از مدتی ملاحظه می‌کنند که شغل و رشته انتخابی موافق میل و سلیقه آنها نیست، ولی چاره‌ای جز ادامه آن ندارند، زیرا دیر شده است. در این مورد استعداد طفل خیلی مهم است. متخصصین علم، تعلیم و تربیت می توانند با بررسی سوابق تحصیلی و مکالمه و مذاکره با کودکان نوع استعداد آنان را تشخیص دهند و آنها را در انتخاب رشته تحصیلی کمک کنند. قبل از انتخاب رشته باید حتما با آنها مشورت نموده و نظریات صاحبه آنان کمک خواست. اغلب پدر و مادران به میل و اراده خود رشته تحصیلی را به نوجوانان خیش تحمیل می کنند و این مخالف اصول تعلیم و تربیت در حقیقت یک نوع تجاوز به حریم و شخصیت کودک است. راهنمایی و نشان دادن حقایق هر رشته و حتی روبرو گرداندن نوجوانان با کسانی که فارغ التحصیل در آن رشته ها هستند و استفاده از نظرات آنان بسیار مفید و نیکوست. ولیکن تصمیم گیری و انتخاب بایستی با خود نوجوان باشد، زیرا زندگی و آتیه اوست نه ما. پدری که می خواهد فرزندش پزشک شود و حالان که می‌بیند این طفل از محیط بیمارستان و مطب و نوع کار متنفر است و مثلا در بازی‌ها با سایر کودکان رول مهندس ساختمان را بازی می‌کند و با اسباب بازی‌های خود عمارت می‌سازد، نباید به او شغل پزشکی را تحمیل کند، زیرا فرزندش مادام العمر از شغل خود رنج می‌برد و یقیناً پزشک خوبی نخواهد شد. این نکته خیلی مهم است. راهنمایی و نشان دادن راه و چاه با پدر و مادر است، ولیکن تصمیم گیری و انتخاب با فرزند می باشد. هیچ فردی بدون استعداد نیست، ولیکن استعدادات مختلف است
و وظیفه تعلیم و تربیت جز رشد و تقویت استعدادات نهفته در راه صحیح چیز دیگری نیست. حضرت عبدالبها می‌فرمایند ملاحظه نمایید که میل و رغبت طفل در چه چیز است. اگر چنانچه به تجارت است، به تجارت، و اگر به صنعت است، به صنعت، و اگر به معارف است، به نشر معارف، و اگر به سایر وظایف انسانی است، هر کدام میل و رغبت و استعداد داشته باشد به آن محول نمایید. اما اساس اخلاق الهی است و فضائل و خصائص ممدوحه انسانیه. این را بیش از همه باید منظور داشت و اگر نفسی امی باشد ولی به اخلاق الهی متخلق و به نفس رحمانی زنده، آن بی سوادی ضرری به او نرساند و این نفس سبب خیر عموم است. اگر چنانچه جمیع فنون را تحصیل نماید و متدین نباشد و متخلق به اخلاق الهی نگردد و نیت خالص نداشته باشد و منحمل در شهوات گردد، مضرت محض است. ابدا از علوم و معارفش جز اذیت و رسوایی حاصل نشود. منتخباتی از آثار مبارکه درباره تعلیم و تربیت صفحه 109. پنجم، این که در امر مبارک تعلیم و تربیت دختران واجب تر از پسران است، زیرا دخترانند که بالاخره مادر شده و مسئولیت مستقیم تربیت اولاد را به عهده دارند. در خانواده سنتی ایرانی رسم بر این بوده که به تعلیم و تربیت پسر اهمیت فراوان می دادند و سعی می کردند که پسران با کسب تعلیمات عالیه و فنون و صنایع شاغل مناصب و مقامات کردند. ولیکن در مورد دختران به حد اقل تعلیمات خواندن و نوشتن قناعت نموده و مخصوصا پس از رسیدن به بلوغ و اخص دیپلم، دختران را به انتظار ازدواج در منزل نگه می داشتند. ولیکن در ظل تعالیم مبارکه در خانواده های احباب این سنت دیرینه شکسته شده و دختران بهایی دوش شادوش برادران خود تعلیمات عالیه را فرا گرفته و به دانشگاه وارد شدند و مخصوصا در زمان حضرت عبدالبها روح ماسوی فدا و با تأکید و راهنمای آن حضرت در مدارس، در مقابل مدارس بنین و مدارس بناد نیز تشکیل گردید و فارغ التحصیلان آن مدارس در اغلبشون گوی سبقت را از رجال رو بودند. زنان بهایی در کشور مقدس ایران سهم مهمی را در ترقی و تعالی کشور از راه پیش قدم شدن در رفتن به مدرسه و تدرس و تدریس و رفع حجاب و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و ادای سخنرانی‌های مختلف در اجتماعات مخصوصاً راجع به تساوی حقوق زن و مرد ایفا نمودند، به طوری که در 50 سال پیش بسیاری از متعصبین و قشریین در بالای منبر و سایر اجتماع تمام مسائل مربوط به تجدد و انقلاب اجتماعی ایران را به جامعه بهایی ارتباط می دادند و مردم را از تقلید بهاییان برحذر می داشتند. ولیکن همونطوری که می دانیم نفوذ کلام حق کار خود را کرد و ایران در بین کشورهای خاورمیانه مظهر تمدن جدید و مروج اصل تساوی رجال و نساء گردید و بدیهی است که این سیر قهقرایی اخیر نیز پایه و دوامی نداشته و مجدداً زنان و دختران ایران از تعلیم و تربیت و کسب کمالات عالی برخوردار خواهند گردید. حضرت عبدالبها می‌فرمایند باید به نسوان همان مزایای رجال را اعطا نمود و در صورتی که امر بر این دائر شود که تعلیم و تربیت
به یکی از پسر یا دختر داده شود، باید دختر را از تعلیم و تربیت برخوردار نمود. از بیانات خطاب مخبرین جراید در کشور سدریک. و نیز می‌فرمایند تعلیم بنات نیز از لوازم عالم انسانی است و وقتی آید که این بنات امهات کردند و باید تربیت اطفال خیش نمایند. البته اگر دانا و زیرک و واقف باشند بهتر تربیت نمایند و خوشتر تربیت کنند. لوح از اعضای محفل روحانی اشخاباد. و همچنین می‌فرمایند تربیت نسوان اهم بر تربیت رجال است، زیرا نسوان چون تربیت یابند اطفال نیز در حیات روحانی نشو و نما کنند. لوح خطابات به محفل روحانی تهران. البته تأکیدات مبارکه در این امر اعظم نباید موجب این سوء تفاهم شود که دختران وظیفه خانه‌داری و اداره منزل و رسیدگی به تعلیم اولاد را فراموش نموده و فقط به فعالیت‌های اداری و شغلی و استخدامی بپردازند. پدران و مادران در محیط خانواده بایستی از ابتدا دختران و نور چشمان عزیز خود را دوشادوش تحصیل به فنون خانه‌داری آشنا و در انجام امور مناسب تربیت منزل شرکت دهند. مادرانی که نمیگذارند دخترشان در منزل به اصطلاح دست به سیاه و سفید بزنند و همه امور منزل را خودشان عهده‌دار میشوند سخت در اشتباهند. خانواده بهایی مجموعه ایست از همکاری و همفکری و اشتراک مساعی در تربیت و تمشیت آن مادر مهمترین رول را خواهد داشت. در خانواده های سنتی ایرانی که مرد فاعل مایشا و حاکم بر خانواده بود و فقط وظیفش بالا نشستن و دستور دادن را به عهده داشت و پسران نیز از کودکی تمرین مرد شدن را نموده، به امور منزل دخالت نمی نمودند و وظیفه مادر فقط پخت و پز خوراک و پرورش کودکان بود و دختران نیز همکار مادر بودند. اثری که از تساوی حقوق زن و مرد دیده نمی شود. ولیکن امر مبارک این سنت دیرینه را به کلی دگرگون نموده. در خانواده بهایی زن و مرد همکار و مشاور یکدیگرند و در تمام امور منزل با یکدیگر همکاری و مشارکت می نمایند و بین پسران و دختران فرقی نیست. وظیفه تقسیم کار و تمشیت امور و تعیین این که هر کس چه کاری را انجام دهد به عهده پدر و مادر و مخصوصا مادر است. به طور کلی یک خانواده بهایی نمونه و مظهری از اجتماع بهایی است که در آن روح تساوی بین افراد بر پایه مشورت و همکاری و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر توأم با یک عشق و محبت صمیمانه و خالصانه حکم فرماست. باید دانست که تساوی حقوق با تساوی وظیفه کاملا متفاوت است، بدین معنا که تساوی در حقوق مستلزم تساوی در وظایف نیست. در اجتماع نیز حقوق مردم مساوی است، ولیکن وظایف هر کدام بر پایه تقسیم کار و تخصص در کار متفاوت می باشند. در خانواده بهایی نیز اصل تقسیم کار و تخصص در کار حکم فرماست. همه باید در امور منزل شرکت کنند تا به این حقیقت مهم پی برند که نه فقط خانه‌داری کار کوچک و پیش پا افتاده‌ای نیست، بلکه مستلزم کاردانی و تخصص است و بیش از خیلی مشاغل احتیاج به آموختن دقت، صبر و حوصله و ظرافت و سلیقه و ذوق دارد و منظور اصلی از تحصیلات عالیه انعکاس صحیح آن در محیط خانه و خانواده است. در محیط کنونی ما که اغلب زن و شوهرها در خارج کار می کنند، اگر مشارکت و همکاری همه اعضا در خانواده نباشد، کانون خانواده محیط سرد و بی‌رونق و صفا خواهد گردید. حتی اگر خانم خانه
کار خارج هم نداشته باشد، واگذار نمودن تمام کار منزل به او موجب خستگی جسمی و فکری او شده و بالاخره از پا خواهد افتاد. وظایف در منزل بایستی بین همه به حسب توانایی و کاردانی و سن تقسیم شود. همه بایستی در امور منزل مشارکت و در حسن تربیت و اداره آن احساس مسئولیت نمایند. نظم و تربیت در محیط منزل خیلی مهم است. بچه ها را باید طوری بار آورد که از همان کودکی از ریخت و پاش و بی نظمی متنفر باشند. هر چیزی پس از استفاده بایستی سر جایش گذارده شود و همه بدانند که جای هر چیزی کجاست. در امر بهایی ترقیات اجتماعی و احراز مشاغل مهمه مملکتی نه فقط رفع وظیفه اصلی مادی و تربیت اولاد را از خانم ها نمی کند، بلکه تحصیلات عالیه و نیل و به مقامات مهمه وسیله است برای بهتر تربیت نمودن اطفال. نتیجه اصلی زندگی هر پدر و مادری پرورش فرزندان مؤمن و پاکدامن و تحصیل کرده است. چه فایده که مادری خودش دکترای علوم مختلفه باشد و شب و روزش را وفق امور اداری و مشغولیات خارج از منزل کند، ولی کانون خانوادش سرد و اولادش بی سرپرست و بی تربیت بماند. چنین مادری پس از بازنشستگی اداری متوجه خواهد شد که عمر خود را در راه غیر صحیح صرف نموده و وظیفه اصلی خود را فدای امور ثانوی نموده، ولیکن در اون موقع دیر است و پشیمانی فایده ای ندارد. روی این اصل و برای جلوگیری از این پشیمانی است که می‌فرمایند اول مربی طفل مادرانند، زیرا طفل در بدو نشو و نما چون شاخ تر و تازه باشد به هر قسم بخواهی تربیت توانی، اگر راست تربیت کنی راست شود و در کمال موزونی نشو و نما نماید. این واضح است. مادر اولین مربی است و مؤسس اخلاق و آداب فرزند. پس ای مادران مهربان، این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است. به آداب کمال انسانیت و سبابی اعظم از این تصور نتوانه بود. منتخباتی از آثار مبارکه در باره تعلیم و تربیت، صفحه 91. ششم، این که امر تربیت مهمتر از تعلیم است. حضرت عبدالبها می فرمایند تربیت و آداب اعظم از تحصیل علوم است. طفل طیب و طاهر و خوش تینت و خوش اخلاق ولو جاهل باشد بهتر از طفل بی ادب کثیف و بد اخلاق ولو در جمیع فنون ماهر گردد، زیرا طفل خوش رفتار نافع است ولو جاهل و طفل بد اخلاق فاسد و مضر است ولو عالم. ولی اگر علم و ادب هر دو بیاموزد نور علی نور گردد. اطفال مانند شاخه تر و تازند، هر نوع تربیت نمایی نوش و نمار کنند. باری در بلندی همت اطفال بسیار کوشش نمایی که چون به بلوغ رسند مانند شمع برافروزند و به هوا و هوس که شیوه حیوانات نادان است آلوده نگردند، بلکه در فکر عزت ابدیه و تحصیل فضایل عالم انسانی باشند. لوح آقا محمد ابراهیم نجار قمی. و همچنین می‌فرمایند اطفال و صبیان را تربیت و اخلاق و ادب بیش از دانش لازم است و واجب و فرض، و همچنین پردانش بدخو و بد اخلاق و آلوده به لوس شهوات را جز مضرت چیزی نه، ولی بی سواد خوش اخلاق خوش اطفال را با ثمر و اثری موجود و مشهود. پس اطفال دبستان بهایی را به اخلاق رحمانی تربیت نما، به تنزیه و تقدیس دلالت کن تا هر یک ملک سیرت گردند، به هلال و اخلاق بهایی حقیقی مزین شوند.
لوح جناب ملا حسین یزدی معلم. به طور خلاصه در امر بهایی کانون خانواده و رسیدگی به اولاد به قدری مهم شمرده شده که حتی امر مهم تبلیغ و نشر نفعات الله که در حقیقت اعظم و وظیفه هر فرد بهایی است نباید مانع تعلیم و تربیت اطفال گردد. یکی از احبا در این مورد از حضرت ولی امرالله سؤال نمودند. در جواب او از زبان کاتب چنین فرمودند: هر اندازه احتیاجات و مقتضیات تبلیغی فوری و حیاتی باشد، نباید به هیچ وجه من الوجوه از تعلیم و تربیت فرزندان خودداری گردد، زیرا نسبت به آنان وظیفه و تعهدی موجود که مقام و اهمیت آن از تعهد و مسئولیت شما نسبت به جامعه امر کمتر نخواهد بود. هر نقشه و تصمیمی اختیار نمایید که این دو وظیفه مهم، یعنی خدمت به عائله و خدمت به امر الهی، توام گردد و به شما اجازه دهد اقدامات مجدانه در سبیل تبلیغ همچنین در توجه و مراقبت اطفال به نحوی که آتیه آنان در آیین روحانی به خطر نیفتد مأمول دارید. این تصمیم با تصویب کامل و موافق قلبی حضرت ولی امرالله مقارن و مواجه است. توقیع مورخ 17 جولای 1938 به خط کاتب.